این صدای ما از رادیوی جهانی پارس است. سلام سلام عزیزان، روز همه شما پر از برکت خداوند باشه. خیلی خوشحالم امروز نیز با شما هستم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های سوال هفته. سوالی که امروز رو میخوایم با هم نگاه بکنیم از وبسایت پرپاسخ هست و برادر عزیزم ورژ باباخانی که شیش ورژ باباخانی مدیر این وبسایت در استودیوی ما هستن و خیلی خوش آمد به شما میگم برادر. خواهش میکنم، مرسی، خیلی ممنون. خوشحال هستم که با شما بیننده عزیز میتونم ارتباط برقرار کنم و حقیقت دیگری رو از کلام خدا با هم بررسی کنیم. عالی است. امروز سوال ما مربوط میشه به یکی از سوالاتی که در وبسایت شما برادر ورژ هست. قبل از اینکه وارد سوال بشیم لطف کنید یک اشاره دوباره به وبسایت بکنید عزیزان که ماشاءالله. بله. وبسایت پرپاسخ رو در دفعات قبل معرفی کردیم به شما، ولی بازم شما رو تشویق میکنم که حتما مراجعه کنید و سوالاتتون رو برای ما بفرستید. در اولین صفحه وبسایت قسمتی هست که میتونید سوالاتتون رو از طریق ایمیلی که در اونجا هست بفرستید و آدرس ایمیلتون رو بنویسید. اسمتون رو اگر نمیخواید بنویسید میتونید مستعار بنویسید اگه میخواید ناشناخته باشید و سوالتون رو بفرستید، برای شما جواب رو خواهیم فرستاد. در ضمن این وبسایت 436 تا سوال تا به حال پاسخ داده شده و هنوز داره اضافه میشه سوالات زیادی و حتما مراجعه کنید و پاسخ سوالاتتون رو بیابید. آمین، حتما اینطور خواهد بود. به فیض مسیح این وبسایت عالی شما به سمت یک دانشنامه بزرگ الهیات مسیحی پیش خواهد رفت. در واقع یک ویکی‌پدیای مسیحی. آمین، چرا نه، حتما خواهد شد. امروز در مورد تثلیث سوال ما با این موضوع خواهد بود. بله، سوال خیلی مهم که خیلی از هموطنان ما سوال دارن، همزبانان ما. بله، در حتی خود مسیحیان هم این سوال دارن. بله، هنوز میپرسن اگرچه ایمان دارن برای اون شهادت قلبی هست، میان برادر چطور اینو توضیح بدیم؟ بله، یک جایی رو منبعی رو به ما معرفی کنید. بله، وبسایت پرپاسخ در این مورد چه میگه؟ بله بله، خیلی سوالیه که خیلی ذهن مردم رو مشغول میکنه که تثلیث آیا منطقی هست که یک خدا در سه شخص و آیا این سه خدایی نیست؟ آیا پرستش سه خدا نیست؟ و آیا شرک نیست؟ آیا کفر نیست؟ و خیلی سوالات دیگه که خیلی از هموطنان ما میکنن. ولی باید بگم که خیلی ها سوال میکنن که اولا میگن که یعنی اینطور برداشت میکنن که تثلیث در قرن سوم به وجود اومده، تعلیم تثلیث در قرن سوم در شورای نیقیه بود که اسم اصلا کلمه تثلیث اومد و اونجا بیان شد و اصلا کلمه عتیق عهد جدید اشاره اصلا در خود نشده. در تمام کتاب مقدس کلمه تثلیثی وجود نداره. نداره. و این چطور خواهد شد؟ همچین تعلیمی وجود نداشته. بله. چرا متولد شد؟ بله، به قول شما. البته در جواب باید گفت که همینطور در اسلام هم ما می‌بینیم که کلمه توحید در قرآن وجود نداره. در کل قرآن شما بگردید کلمه توحید وجود نداره، ولی خودشون میگن که تعلیم توحید در قرآن وجود داره. پس تثلیث هم همینطور، کلمه تثلیث در خود کتاب مقدس وجود نداره، ولی تعلیم تثلیث در کتاب مقدس وجود داره و مردان خدا و بزرگان و پدران کلیسا واقعا این تعلیم رو ثابت قدم از کتاب مقدس در حقیقت بیرون آوردن. و تثلیث، تعلیم تثلیث اینطور میگه که پدر پسر نیست، پسر پدر نیست و پدر روح القدس نیست و روح القدس هم پسر نیست و پدر نیست و اینا هیچ کدوم اون یکی نیست و هر کدوم شخصیت مجزای خودشونو دارن، ولی در همون ذهن اونها هر سه اینها یک ذات دارن. بله. یک جوهر دارن، جوهرشون خداست. آمین. و یک خدا در سه شخص، هیچ کدوم از اینها بزرگتر از دیگری یا یکی کوچکتر از دیگری نیستن. نه، اینا برابر هستن. اینا برابر هستن، ولی در برای نظمی که در تثلیث وجود داره، برای وجود نظمی که در تثلیث وجود داره، برای احترام به هم دیگه
روح القدس از پسر اطاعت میکنه و پسر از پدر اطاعت میکنه. برای همینه که مسیح بعضی وقت میگه که من اراده پدر رو اجرا میکنم بدون اینکه پدر چیزی بگه، من کاری نمیکنم. و این چیزهایی که بیان میشه به این خاطر نیست که پدر مثلا بیشتر خداست یا پسر کمتر خداست، نه، اینها خدا به خدا یک خدا اندازه هست. خدا هستن، ولی برای احترام و برای وجود وحدت و نظم در تشلیش این چیز وجود داره و روح القدس پسر رو اطاعت میکنه و جلال میده و پسر پدر رو اطاعت میکنه. بله، هر سه شخصیت تثلیث، بله، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس در تمامی صفات الهی مشترک هستند. بله، در یک ذات، در اون ذات خداوندی مشترک هستند. هیچ کدوم از اینها از نظر رتبه بزرگتر یا کوچکتر از دیگری نیست. اینها در یک اتحاد و هماهنگی کامل هدفی رو که پدر دنبال کرد، در اراده کرد رو دنبال کرد. بله، دقیقاً. و تثلیث شاید بگید که منطقی نیست، ولی این ما نیستیم که تصمیم میگیم که خدا چطور باید باشه. اینو باید توجه بکنیم و این کلام خداست که به ما نشون میده که خدا چطور هست و خداست که باید خودش رو به ما آشکار بکنه. و خدا در کتاب مقدس خودش رو اینطور آشکار کرده، گفته من اینطور هستم، تقصیر من نیست که تثلیث وجود داره، تقصیر هیچ کس هم نیست و این خداست که خودش رو اینطور خودش رو اینطور آشکار کرده در کتاب مقدس. و خدا مسلماً در همه ادیان همین اعتقاد هست که خدا مرموزه واقعا و خدا خیلی بالاتر از عقل انسانیه، خیلی بالاتر از درک انسانیه و خیلی فراتر از منطق انسانیه. پس با توجه به این میتونیم بگیم که خیلی منطقی به نظر میاد که واقعا درک تثلیث هم سخت باشه، چون که خدا رو داریم، ذات خدا رو داریم در موردش بررسی میکنیم. ممکنه در مورد در واقع کار کرد دایره اعمال خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس، بله، خدای پدر رو میشه به طراح تشبیه کرد، به طراح، خالق و شروع کننده همه چیز، و خدای پسر رو به عنوان مجری و به عنوان کسی که اومده تا اراده پدر رو به جا بیاره. و خدای پسر بیشتر به عنوان شفا دهنده، نجات دهنده، رهاننده و اینها. در خدای روح القدس خداییه که در ما عمل میکنه و میتونه در ما تغییرات رو ایجاد کنه و کلیسا رو هدایت بکنه بعد از عیسی مسیح، بعد از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود کرد. و جالبه براتون بگم که بعضیا اینطور میگن که خدای پدر خدای برماست، یا بله برما، و خدای پسر با ماست و خدای روح القدس در ماست. و این تشبیه زیبایی من فکر میکنم که خدا در ما، خدا بر ما. میخوام همین کیفیت ها رو که الان شما دید، در واقع خدای پدر که اراده کرد، خدای پسر که انجام داد، خدای روح القدس که در واقع پیگیری کرد، یا با بر، با و در، این توضیح رو دادید. در خلقت چطور؟ در خلقت هم ما میبینیم که در کتاب پیدایش فصل 1، خیلی جالبه براتون بگم که تثلیث وجود داره. و نه، منظورم همین کیفیته، یعنی بله، خدای پدر اراده کرد، خدای پسر انجام بله داد. همین رو میبینیم، بله، در پیدایش ما میبینیم که در پیدایش فصل 1 اینطور میگه در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید، زمین بیشکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا، و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. و اینجا چند چیز میبینیم. اولا خدای پدر رو میبینیم به عنوان خالق آسمان و زمین، بله، که فرمانده مبدع همه چیزه، بله، پیدایش است، پیدایش، مبدع پیدایشه، و او آسمان و زمین رو خلق میکنه. ولی چطور خلق میکنه؟ روح خدا سطح آبا رو فرو میگیره، روح خدا شروع میکنه این خلقت رو اجرا کردن. و میگه که خدا چطور این آفرینش رو انجام داد؟ با گفتن، با کلامش. و عیسی مسیح کلمه خدا نامیده شده، عیسی مسیح کلمه خدا نامیده شده. و براتون جالبه بگم که مسیح در قرآن هم کلمه خدا نامیده شده و روح خدا. و کلمه خدا یک چیزیه که ازلی و ابدیه، بله، و با خداست، از ازل با خدا بوده و تا ابد با خدا بوده و با خدا برابره.
برای همینه که انجیل در انجیل یوحنا میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. بله. و عیسی مسیح کلمه خداست. آمین. و این کلمه خدا جس پوشید 2000 سال پیش، انسان شد و در میان ما ساکن شد. آمین. آمین. انجیل یوحنا باب 1 آیه 3 رو من برای شما میخونم. بله. و منتظر هستیم که شما بیشتر برای ما توضیح بدید. انجیل یوحنا باب 1 آیه 3 میگه همه چیز به واسطه او، یعنی به واسطه کلمه، بله، به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. بله. یعنی بله. عیسی به عنوان شخصیت دوم تثلیث آفریننده بود، او خلق کرد. بله 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 دقیقاً. بله. کلام خدا بود که خلق کرد. بله. و مسیح کلمه خدا بود و پدر اراده کرد برای بله. آفرینش. بله. پسر خلقت رو انجام بله. داد در روح القدس. بله. و روح القدس برای در روح القدس تقسیم کامل خلقت رو انجام داد. بله. بله. در پیدایش، در خلقت انسان ما یک کاری رو از روح القدس می‌بینیم. باب 2 آیه 7 است. بله. خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرش و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. بله. قبل از این دمیدن روح حیات خدا، بله، از او از خاک بسرشت روح قدوس، روح القدس که روح حیات هست. بله. به انسان حیات بخشید. بله. این حیات. بله. خدا خدای پدر اراده برای خلقت، همینطور برای نجات. بله. پسر اجرا کرد خلقت رو و همینطور برای نجات این خلقت. بله. و روح القدس در حیات، اون خلقت حیات رو دمید. آیا درسته بگیم که در نجات ما اون تبدیل، اون دگرگونی از مرگ به حیات جاودان توسط روح القدس هم هست؟ بله بله. ما اینو میبینیم در انجیل یوحنا فصل 20 که مسیح وقتی شاگردان رو میبینه و برای شما جالبه بگم که ما که به تعمید روح القدس اعتقاد داریم و ایمان داریم که تعمید روح القدس بله. یک تجربه است بعد از ایمان آوردن. یکی از اشارات که ما میکنیم به همین انجیل یوحنا فصل 20 و جالبه براتون بگم که در اینجا در فصل 20 عیسی مسیح خطاب به شاگردانش میگه که در آیه 22 میگه چون این را گفت دمید و فرمود روح القدس را بیابید. بله. باب این دقیقاً همون کاریه که در خلقت انجام شد. بله. وقتی که آدم رو خدا آفرید، خدا در دماغ او، در بینی او روح حیات رو دمید و در اینجا مسیح روح القدس رو میدمه به شاگردانش. اما ایمان نداریم که ایمانداران به مسیح روح القدس رو ندارن اگر هنوز تعمید روح القدس نیافتن. روح القدس رو دارن و اینا میبینیم که اینجا مسیح به شاگردانش روح رو میدمه و اونا روح القدس رو داشتن. اینجا بود که شاگردان ایمان آوردن در حقیقت، چون قیام مسیح رو دیدن و دیدن که خداوند مسیح و تو ما اعتراف کرد که توی خداوند و خدای من. و در رومیان پولس رسول میگه هر که اعتراف کنه که عیسی خداونده نجات یافته. پس اینجا نجات میابن و روح القدس رو مسیح میدمه در اونا و روح القدس رو دارن، ولی احتیاج به پوری بیشتری داشتن و در روز پنتیکاست بود که روح القدس رو تعمید یافتن و اونجا بود که تعمید روح القدس یافتن. در واقع هر کسی که به خداوند عیسی ایمان بیاره و زندگیشو به او ببخشه روح القدس رو یافته. بله. اما یافتن روح القدس بله. و انجام در واقع عمل روح القدس رو چیز متفاوته. بله. ما بالفعل بالقوه داریم روح القدس رو اما اون عملی که در مورد در واقع پوری روح القدس یا تعمید صحبت میشه اون بالفعل در آمدنه کار بله. روح القدس در زندگی بله. که سبب میشه که اون حیات در ما زنده بشه و ما بله. از موت کاملا رهایی یابیم. بله. این استنباط درست میتونه باشه. بله. این یک پرانتزی بود در وسط صحبت، ولی جالبه که این دوتا اتفاق میفته در پیدایش وقتی که آدم آفریده میشه، در بینی او روح حیات دمیده میشه و در اینجا در خلقت جدید بله. خدا دوباره با دمیدن روحش خلقت جدید رو ایجاد میکنه در شاگردانش. کارو تبدیل است. بله. آمین. آمین. و تثلیث همونطور که گفتم
در تمام کتاب مقدس دیده میشه و آیه های زیادی هست که نشون میده که هم پدر هم پسر و هم روح القدس خدا هستند و یک خدا هستند. و این در مورد روح القدس خیلی ها سوال دارن که کجا نوشته روح القدس خداست. اگه توجه کنی در اعمال رسولان در مورد هنانیا و سفیره میخونیم، باب 5 هست، باب 5 بله، وقتی هنانیا و سفیره دو نفر بودند که اعضای کلیسای پتروس بودند، بله، و میبینیم که اعضای کلیسای پتروس به خاطر شرط خاص رو میفروختن، اموالشون رو میفروختن و میبردن به پای رسولان مینداختن و رسولان اونا رو تقسیم میکردن به فقرا نیاز مردم. و این هنانیا و سفیره هم میان و میگن که این همه مال ماست، ولی دروغ میگن و بخشش رو پنهان کردن. و در اینجا پولس اینطور میگه، وقتی میان پیشش و هدیهشون رو میارن، پتروس به او گفت، یعنی به هنانیا، ای هنانیا چرا گذاشتی شیطان دلت را چنین پر سازد که به روح القدس دروغ بگویی و بخشی از بهای زمین را برای خود نگاه داری؟ مگر پیش از فروش از آن خودت نبود؟ آیا پس از فروش نیز بهایش در اختیار خودت نبود؟ چه چیز تو را بران داشت که چنین کنی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفتی. آمین. اینجا قبلش میگه به روح قدس دروغ بگویی، بله، و بعد میگه که روح قدس خداست، بله، نمیگه که به خدا دروغ گفتی، به روح قدس دروغ گفتی، یعنی به خدا دروغ گفتی. پس روح القدس روح خدا خودش خداست و واقعا ذات الهی داره و آیات زیادی هست در مورد مسیح که خداست. یکی از آیه های قوی که من خیلی دوست دارم در رساله اول یوحنا فصل 5 هست در مورد خدا بودن مسیح. در رساله اول یوحنا فصل 5 خیلی قویه، آیه 20 میگه همچنین میدانیم که پسر خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم و ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح. اوست خدای حق و حیات جاویدان. آمین. از این دیگه ردخورتر نداره. واضح و میگه که خیلی واضحه که میگه که عیسی مسیح ما عیسی مسیح خداست و میگه اوست خدای حق و حیات جاویدان. آمین. و آیه های زیاد دیگه ای در عهد جدید است که ثابت میکنن عیسی خداست. بله. و نشون میدن عیسی خداست. چطور میتونیم بگیم که خدای پدر برای انجام امری به روی زمین آمد، خدای پدر، و در قالب بدن عیسی پسر یوسف نجار و پس از مرگ و قیام با آسمان رفت و در شکل و ظاهر دیگر به نام روح القدس داره فعالیت میکنه. بله. برای کسانی که اشاره به تعلیم یگانه انگاران داره، بله، بعضی ها برای اونها سخته و از این طور درک و فهمشون یا اینکه استقبال کنندگان این ممکنه این ایده رو به کلیسا بدن که یگانه پندارن. پدر در شکلا و ابعاد مختلف خود رو نشون داد، بله، گاهی تجسم و گاهی در رو، بله، ولی ما در کل کتاب مقدس میبینیم که اینطور نیست و پدر پسر نیست و پسرم روح قدس نیست و این هر کدومشون شخصیت جدایی دارن و اینو در همه جا میبینیم که اینها جدا هستند. و در تعمید مسیح مثلا میبینیم که واضح تر میشه، سه تا کاملا جدا دیده میشن، اصلا نمیشه اینا رو بگی که یکیه و کاملا جدا دیده میشن. میبینیم که پدر از آسمان خطاب میکنه، این از پسر حبیب من که از او خوشنودم، عیسی مسیح بر زمین داره تعمید میگیره و روح القدس چون کبوتر بر اون نازل میشه. اینجا نمیتونی بگی که مسیح آسمانه و میگه من مثلا پسر هستم، نمیشه، اینو قاطی میشه، نمیشه، درست نمیشه. و جالب نیست. و در مورد تسلیس یا یوحنا، ببخشید، یوحنا 17 عیسی به وضوح از استفاده از ضمایر، بله، پدر رو و خودش رو منفک کرده، بله، که البته که میگه من و او یکی هستیم، ولی این دو رو کاملا مستقل و جدا از، بله، جداگانه معرفی کرده که، بله، در اون اتحاد در، بله، ذات الهی، بله، مشترک، بله، هستن، بله، بله، دقیقا. و یک سوال دیگه ای که هست اینه که اگر عیسی واقعا پدر بود و روح قدس، پس چطور در یک جایی میگه که من از اون ساعت خبر ندارم، فقط، بله، پدر خبر داره؟ بله. پس
نشون میده که پسر برای مدتی، مدت زمانی کوتاه، اون اطلاعات رو کنار گذاشته و اومده پایین و در قالب انسان نمیدونه این چیز. بله. یوحنا 14 میگه من از پدر میخوام، شما رو یتیم نمیذارم، من از پدر میخوام که پس از من اون تسلی دهنده رو که برای کاملا مشخصه که سه شخص جدا، کاملا سه شخص جدا هستن و خطاب به دو ضمیر دیگه میکنه، از پدر و تسلی دهنده. خدا رو شکر. و تسلیس در تمام کتاب مقدس دیده میشه، ما اینو در خیلی جاها میبینیم و در رساله ها مخصوصا بارها میبینیم که پولس رسول از هر سه شخصیت صحبت میکنه و میگه، میبینیم که در بارها میگه که فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و نمیدونم و خداوند ما عیسی مسیح و همینطور آرامش روح قدس، تسلی روح قدس، و اینها نشون میده که این سه یک شخصیتن و با هم کار میکنن. زیباترینش تو دعای فیض هست در دوم قرنتیان باب 13:14، این آخرین آیه رساله قرنتیان. خیلی خوب هست که کشیش رج لطف کنید خطاب به مردمی که امروز بیننده ما هستن، این دعای فیض رو برای اونها داشته باشید، چون که اینجا به قوت اون چراکت روح القدس. بله اینجا واقعا روشنه، میگه فیض خداوند عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین. پس هم پدر هم پسر و هم روح القدس اینجا حاضر هستند. میخواهید با همین روح برای بندگانی که ما رو میبینن دعا کنید و این برکت این دعای فیض رو هم برای این عزیزان داشته باشیم. آمین. حتماً. فقط آلیست. این دعای فیض واقعا دعای زیباییه. من شما رو تشویق میکنم، ایمانداران به مسیح، که به رفاقت با روح القدس. این چه آیه، چه کلمه قشنگی نوشته اینجا در ترجمه، رفاقت روح القدس با همه شما با یا مصاحبت یا دوستی با روح القدس. پس با روح القدس دوست بشید. روح القدس یک شخصه، روح القدس فقط یک نیرو نیست. روح القدس احساس داره، روح القدس درک داره، روح القدس هدایت میکنه، تعلیم میده. در روح القدس یک شخصیته، با او دوست بشید و با او با صمیمیت مصاحبت و مکالمه داشته باشید. پس با او رفیق بشید، رفیقای خوبی بشید با روح القدس. با هم دعا کنیم. پدر، تو رو شکر میکنم برای این فرصتی که در مورد تسلیس صحبت کردیم. متشکرم که تو پدر، پسر و روح القدس هستی و خدایی نیستی که واحد مطلق باشی و دیکتاتور منشانه بخوای حکومت بکنی، بلکه در خود سه شخصیت هستی که با هم در اجتماع هستی و میتونی درک بکنی ما رو، و ما رو هم اجتماعی آفریدی شبیه خودت. و کلام خدا میگه، خدا در کلام تو میگه که ما به شباهت خدا آفریده شدیم. تو رو شکر میکنم و حال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقت روح القدس با جمیع شما باد تا ابدالآباد. آمین. سپاسگزارم. خیلی خیلی متشکرم برای این جلسه عالی. خواهش میکنم. وعده میدیم به بینندگانمون که در هفته آینده با یک سوال تازه، با یک سوال جالب و جذاب دیگه برای بسیاری که دوست دارد عمیق‌تر بشن در باور ایمان مسیحی، یا سوالاتی هنوز ذهن اونها رو مشغول کرده، برای اونها خواهیم داشت. بله، من مشتاقانه منتظرم که هفته آینده برسه و این سوال رو با شما در میان بذاریم. بله، خدا برکتتون بده. پس شما رو تا هفته دیگه، تا سوالی دیگر، به خداوند می‌سپارم. خدا یار و نگهدار. خدا نگهدارت. خدا حافظ. شیطان شکست خود، قدرت مهد مهد گردید ایساس خدا و هم،
او هللویا بارش خواه پارش شاهان از تو عبد لای 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 شکست خود قدرت محبت کردی ایساس خداوند او هللویا پارش شاه پارش شاهان از تو آمد او پایان دار و زفر یا شیطان شکست خود قدرت محبت کردی ایساس خداوند او هللویا پارش شاه پارش شاهان از تو آمد لای 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 شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید wrpersian@gmail.com.